سلام و عرض ادب داریم خدمت آقای بهبودی عزیز. ممنون که وقتی در اختیار ما گذاشتید. آقا قبل از اینکه شما سلام علیکتون رو بکنید، من یه سوال بکنم، اینکه میتیل کنید امروز من وقتی که این تبلیغ رو که رفتیم هی پشت هم دیگه پیام و همه نفس ها تو سینه حبسه که پیمان بهبودی چیکار میخواد بکنه. این سری دیگه گیر داده به آقای قالیباف، میتونید توضیح بدید یا باید بایستیم تا جمعه؟ شما همچین میگید آقای قالیباف مطمئنید ایشون آقاست؟ دیگه ما یاد گرفتیم که توی یک گزارش خبری حالا آقا رو به کار ببریم، میدونیم که توی آقا نیستن. حالا نگاه، این حجم از ویدیوهایی که در دست ماست آنقدر داخلش بحث فساد مطرحه، و فساد نه اینکه یک مدیر با یک خانوم، بلکه آقا با آقا، یعنی همون بحث لباد دیگه. والا ما شک میکنیم به بعضی هاشون که آیا ما باید از این به بعد این القاب رو در ابتدای اسم و فامیلشون داشته باشیم یا نداشته باشیم. خب ما این گزارش رو همینطور که قول دادیم قرار جمعه بریم دیگه. خب یعنی بذار همه با خبر بشن، همه بدونن، بیان داخل لایو ما و بیان داخل اینستاگرام و تلگرام ما. ما این تو داخل یوتیوب هم حتما بارگذاری میکنیم، ولی این گزارشی که پیرامون جناب آقای رئیس مجلسه به حدی مستحجن و بده و آنقدر فیلم های بد ما از این برنامه داریم که به تب نمیتونیم داخل اینستاگرام یا مثلا داخل یوتیوب بذاریم. ما مجبوریم آدرس رو بدیم، دوباره دوستان برن تو همون پشتیبان رادیو و این فیلم ها رو برن اونجا ببینن. اصلا اون شبکه ما برای خودش داستانی شده، یعنی ما خودمون خجالت میکشیم. یعنی رادیو گیلان ما اون بحث پشتیبانش دیگه واقعا دیگه فیلم های مثبت 18 فقط اونجا داریم، ولی خب مجبوریم. خب مجبوریم به هر حال، هم اینستاگرام به ما هشدار میده، هم تلگرام هشدار میده، هم یوتیوب هشدار میده، ما باید رعایت بکنیم دیگه. خب به همین خاطر از یه طرف دیگه هم اینها همش از ما میخوان که ما مستند بدیم، نه اینکه خودشون 44 سال اینجور خراب کردن به این مملکت و هیچ مستنداتی رو تا به امروز به ما ارائه ندادن، فقط حرف به خورد ما مردم دادن. ولی جالب اینجاست که از ما مستندات میخوان. خب از ما مستندات میخوان، ما هم دیگه میریم اون آخری مستندات رو رو میکنیم دیگه. دیگه فیلم رو یکی نمیتونه بگه. حالا یه اون پسره چی بود مال سازمان اطلاعات سپاه که ما فیلم های لختیش رو گذاشتیم تو خونه و اینا، کنارش مشروبات الکلی و بعد یه جای دیگه سکس چتش رو یه جای دیگه لخت کرده بود و اینا. یکی دوتا هم نیست آدم اسمایش کنیم یادش. من اصلا اونو یک بار اسمش رو شنیدم، زیادم برای من مهم نبود، ولی خب تو مدیا خیلی انگار منفجر شد، چون خیلی آدم مردم آزاری بود و خیلی هم خودشو علیه سلام میدونست این شخص که تو قومم بود و اینا. که ما وقتی اینو پخش کردیم یه بار اومد یه جفنگیاتی گفت، برگشت گفت که نمیدونم اینها رفتن از هوش مصنوعی استفاده کردن. بابا بپندید هوش مصنوعی کیلو چنده؟ شما کیلو چندید؟ خب من که اینجا نشستم دیدم ما یه برنامه صفحه آخر با صدای آمریکا داشتیم تو یوتیوب رادیو گیلان هم داشتیم دیگه، اون بحث جامعه الزهرا بود که شما از من یه سری پرسش هایی داشتید و اینا. اتفاقا بعد از اون چند تا از این خانوما با من ارتباط گرفتن، تماس گرفتن، گفتن ما اونجا درس می‌خوندیم. بله این بحث ببخشید هم جنس گرایی زن با زن اونجا اصلا یک چیز اپیدمیه. خب ما گفتیم خب خدا رو هزار بار شکر نیومدید به ما نقد نکردید که آقا نه شما دروغ میگید. چون میدونی چی ها صادق، ما اصلا نیازی به دروغ گفتن نداریم. اگر قرار بود ما واقعا به سمت و سوی دروغ بریم یا اصلا یه شبکه‌ای باشیم که دروغ پردازی بکنیم، خب فقط میگرفتیم بی خریش خامنه ای و پسرش مشتبه و این مردی که رئیسی و این عرازل و اوباش. ولی وقتی ما یهو میبینیم مثلا یه گزارش خب برای ما میاد، تحقیق میکنیم، تحقیقاتش تموم میشه، پروندهش به دست ما میرسه، سردبیری اجازه میده که ما آقا اینو منتشرش کنیم، یکی میره قم، یکی تهران، یکی رشت، یکی نمیدونم مازندران. خب پس این هدفمند نیست.
خبرهایی که دست ما میرسه دستبندی میشه، تحقیق میشه، برنامه ریزی میشه، ما میفهمیم باید این منتشر بشه، حالا مال هر جا باشه، یکی میخواد سیستان باشه، یکی میخواد این بر تبریز باشه، آذربایجان باشه، ما پخشش میکنیم. و اصلا هم آیه صادق خان توجهی به کامنت های منفی نمی کنیم، چون خودمون میدونیم یه رسالتی داریم به عنوان خبرنگار، خودمون میدونیم با خدای خودمون که داریم چی کار میکنیم. ما باید علی رغم اینکه این همه تلویزیون میلی جمهوری اسلامی داره دروغ به خورد مردم میده، ما برخلاف جهت آب و برخلاف سیاست های اونها حقایقی رو که به دست ما میرسه و مردم حقشونه که بدونن رو به سمع و نظرشون میرسونیم. قرار بود اولش زیاد حرف نزنم ولی ما رو مجبور میکنن. ایبی نداره، من میخواستم یه پرانتز باز کنم. ما به عنوان خبرنگار، حالا ما قبلا هم توی بحثای دیگه هم گفتیم، یه حرکت کوچیک هم اگر بخوایم بکنیم، این که داریم رسالت خودمون رو انجام میدیم و هر شخصی، هر فردی بخواد یه حرکت بخواد واسه این انقلاب انجام بده، کار بزرگی کرده. ما هم به عنوان خبرنگار رسالتمون اینه که افشاگری، حالا من به عنوان حالا مجری نمیشه گفت، اینکه پیمان بهبودی همیشه لطف داشته و اومده توی پیج بنده و افشاگری ها توی این پیج گفته، من به عنوان اینکه این خبر رو اطلاع رسانی بکنم و از پیمان یه سری سوالات رو انجام بدم، به نوبه خودم دارم کارم انجام میدم. پیمان عزیز که به قول ماها کولاک کرده دیگه، هر روز یه افشاگری از شهرها و نقاط مختلف کشور دارن دیگه، مختص به گیلان نیست دیگه، رادیو گیلان فکر کنم دیگه باید کم کم باید اسمشو عوض کرد بزنیم رادیو ایران، یا فکر کنم دیگه رادیو جهان هم کم کم میشه. استاد یه توضیح رو من بدم، اولا که شما به من لطف دارید، خیلی ممنونم از شما، خود شما رو حفظ بکنه، من به شما علاقه دارم چون واقعا بچه بیشیل پیله ای هستی. خب علارغم اینکه خیلی شما رو اذیت کردن، خانواده شما رو اذیت کردن، خیلی چیزها رو من خبر دارم. به هر حال ما اشراف اطلاعاتیمون تو شهرستان انزلی خیلی بالاست، چون به هر حال زادگاه پدر مادرم اونجا بودن. خب ما دوست و رفیق اونجا زیاد داریم، در مورد شما خب تحقیق شد، ما تصمیم گرفتیم و خیلی از دوستان بودن که ما میتونستیم این برنامه رو با اونها داشته باشیم، ولی خب حالا به هر حال یک جورایی به قرعه به نام شما افتاد، از این بابت از شما ممنونم. من یک چیز رو خدمت این مسئولینی که الان دارن ما رو نگاه میکنن، چون ما این ویدیوها رو که ضبط میکنیم میدونید که اکثر شبکه‌ها پخش می‌کنن تو مدیا، تو جاها، هر جایی هم خدا رو هزار بار شد صدها هزار بار دیده میشه و این خیلی خوبه. یک قدرت بسیار بزرگیه که مردم دارن، ما نداریم. ما که اینجا بی جیرو و مواجب نشستیم داریم کار میکنیم. خب و به شما میگم داستان چیه، چون فکر کنم تو سوالات شما هم هست الان میخواین از من بپرسید، در مورد اون هم من حرف دارم. ما که اینجا نشستیم خودمون رو وقف مردم کردیم، کار و زندگی خودمون رو داریم، ولی ساعاتی رو هم به عنوان یک ایرانی با شرف تخصیص میده به مردم عزیزمون تا این انقلاب زن، زندگی، آزادی که به زودی به نتیجه میرسه به نتیجه برسه. خب اما طرف صحبتم با این اراذل اوباشیه که تحت عنوان مدیران اسلامی در این نظام خرچنگ نشان دارن کار میکنن. خیالتون جمع باشه، ما الا ماشاءالله فیلم مثبت 18 در اختیار ما هست، از اون پایین شما گرفته تا اون بالا. یه موقع فکر نکنید که ما الان یه ذره داریم آروم دنده سنگین میریم. دیروز حالا از یه دون از این اراذل اوباش کف خیابونی شما که بسیجی بود، آدم فروش بود، یک حرامزاده بود، ما یه ویدیو گذاشتیم که همه ببینن. امروز هم دیدم حسابی بازخورد داشت، خیلی هم خوب بود. ما به قول گیلک ها میگن گلف سنگین داریم میریم جلو. یعنی چی؟ نم نم آهسته، نم نم آهسته داریم میریم جلو. این 25 شهریور رو ما پشت سر گذاشتیم. من کار دارم با شما آقایانی که 44 سال سر مردم خودتون رو کلاه گذاشتید و حرف خواهم زد و برنامه ها خواهیم داشت، اما برای گرم کردن اوضاع، برای گرم کردن تنور انقلاب 25 شهریور، من این ماجرای قالیباف رو میخوام برم. بعد از اون دیگه فعلا صحبتی نداریم، تمام فکر و ذکرمون اینه که مردم همه در روز 25 شهریور به خیابان های
شهرشون بیان و من امیدوارم که به زودی انقلاب زن زندگی آزادی به سرانجام برسه و بعد از اون ما ماجراهای خودمون رو خواهیم داشت. حالا من در خدمت شما هستم. خواهش میکنم پیمان جان، در مورد 25 شهریور گفتی و گفتی 25 شهریور به بعد من با اونا کار دارم. یه خبری به دست ما رسیده که این دوستان، حالا دوست نمیشه گفت، حالا ما میگیم دوستان دیگه، چیکار کنیم، دوست ما دیگه، دارن یه سری اقدامات علیه شما انجام میدن و دارن یه سری ویدیوها شما که نتونستن بگیرن برای گرفتن اعترافات اجباری و قطعا داخل این ویدیو از خانوادتون یا حالا از کسایی که به شما خیلی نزدیک هستن قطعا داخل این ویدیو هستش. این ویدیو قرار شده قبل از این 25 شهریور پخش بشه برای تخریب شما، بنده، حالا کسایی که دارن کار میکنن. میتونید در مورد این قضیه یه مقدار بازش کنی و چه چیزهایی به دستت رسیده، تا چقدر صحت داره این گفتهایی که حالا به دست من رسیده به دست شما رسیده، تا چقدر صحت داره که رژیم در حال درست کردن یک ویدیو برای تنویر افکار عمومی به قول خودش هستش؟ نکنه این ویدیو ساخته شد. خب اتفاقا اون دوتا خبرنگار، بازجو خبرنگارا هستن، اون پسر دوتا بله بله هستن، اسمشون رو بلدید؟ من اسمشون رو باور کنید بلد نیستم، دوست ندارم. آره این دوتا انگل اتفاقا تو اون جا نقش آفرینی میکنن، یه سری آدم ها رو آوردن صورتشون رو پوشوندن. اینا رو من با زرس قاطی دارم خدمت شما عرض میکنم. این ویدیو داره توسط وزارت اطلاعات تولید میشه، خب به عنوان اینکه بخوان بنده رو تخریب بکنن. من اگه یادتون باشه ماه قبل من اینو توضیح دادم، گفتم اینا دو تا هدف رو دارن دنبال میکنن. هدف اولشون اینه که زدن منه، خب یعنی حذف فیزیکی منه، و هدف دومشون هم بحث تخریب شخصیت منه. خب الان تو این ویدیو درست دارن اینا این کارو میکنن، منتها چرا تا الان پخشش نکردن؟ به این خاطر پخش نکردن که اولش یک بار همین مجریا، همین اینا چی بهشون میگن، بازجو خبرنگار، آره این بازجو خبرنگارها یک بار اومدن گفتن پیمان بهبودی زیر مجموعه سرویس های سعودیه، بعد دیدن که رفتن با سعودی کنار اومدن و نشستن و چای خوردن و قهوه خوردن و قرار مراودات داشته باشن، اومدن گفتن ای وای نه نباید اینو بگیم، اگه بگیم دوباره ما مثلا روابط دیپلماسی ما به هم میرزه، بیایم این دفعه بگیم پیمان بهبودی زیر نظر سرویس های ایالات متحده یعنی آمریکاست. الان هم که دوباره این 6 میلیارد پولشون آزاد شده، اومدن گفتن که آقا الان دیگه اوضاع بیریخ شد، اینا ما اینجوری هم که با آمریکا کنار اومدیم الان بگیم که این از سرویس اوناست که نمیشه، فردا اونا به ما گیر میدن پشت دست. خلاصه اینا با هم یک روابطی دارن دیگه، روابط بسیار دوستانه و حسنه دارن دولت بایدن و این جناب آقای شیش کلاس ثبات رئیسی. الان دارن مونتاژ میزنن، دوباره دارن فیلم برداری میکنن، برنامه ریزی میکنن که بگم من از این صحیح از اسرائیلی ها هستم، خب از سرویس های نمیدونم اسرائیلی هستم و فلان. این فیلمو قبلا برای همه درست کردن، خدا بیامرز برای روح الله زم درست کرده بودن، یعنی نمیان یه ذره مثلا این کوالیتش رو عوض بکنن، یه ذره این داستان نویسی که توی 40 ساله سر همه پیاده کردن لااقل سر ما یه ذره امروزی تر بکنن، یه 4 تا دروغ شاخدار بگن که باورپذیرتر باشه. شما خانواده منو آمدید گرفتید، خب برده بودید برای قرارگاه همون وزارت اطلاعاتتون، به اونها به زور گفتید بیاین جلوی دوربین وایسی و در مورد مثلا برادرتون، در مورد داییتون حرفای آنچنانی بزنید که به نتیجه نرسیدید. آخر رفتید دختر کوچولوی اون خانواده رو آوردید، ازش خواستید که به زور یه سری چیزها، ها اینا رو که ما میدونیم. بعد آمدید رفتید این دوتا خبرنگار، بازجو خبرنگارا رو که آوردید، مردم از اینها متنفرند. آقا صادق باورتون نمیشه، من الان از خدامه که این فیلم هر چه سریعتر پخش بشه در مورد من. خب چرا؟ به محض اینکه این فیلم پخش بشه ما دیگه از این 200-300 هزار نفر و از این چند میلیون مخاطبی که داریم یهو میریم فراگیر میشیم برای کل کشور، من امیدوارم. بعد اونجا ما برنامه ریزی کردیم با بچه های خودمون
که بعد از اون کلا رادیو گیلان رو تبدیل بکنیم به رادیو ایران، یعنی یک رادیو فراگیر بشه. اون موقع این فیلم هایی که الان یک صندوق فیلمی که ما داریم اون موقع در قالب رادیو ایران پخش بشه، و اگر ما تا 25 شهریور مردم عزیز ما نتونستن انقلاب بکنن، ما اینقدر این فیلم های کثافتکاری این مسئولین عالی رتبه کشور رو بریم که خود به خود این سیستم، این رژیم فاسد، این پرچم خرچنگ نشان سرنگون بشه. و این کلن هدف ماست که در مورد همین سوالی که شما پرسیدید اینم جوابش بود. من در خدمتتون هستم. آقا هر چقدر اختلاس کردی، هر چقدر پولشویی کردی، الان اینجا بگو که اونا دیگه زودتر از این دیگه نگن. امیدوارم که، حالا من خیلی چیزها میدونم، نباید خیلی چیزها رو از اون فیلم بگم الان، چون به هر حال دسترسی به اون فیلم محدود بوده. یه گروهی میدونن، خب یه گروه در صدا و سیما بردن فیلم ها رو گرفتن، دارن روش کار میکنن، به هر حال محدودن. بذار یه ذره فراگیرتر بشه. حالا من که شنیدم قرار بود تو کندکتور قبل 25، یعنی 23 و 24، تو شبکه 1، شبکه 2، شبکه 5، شبکه 4، تو کل اینا پخش، یعنی آقا صادق این پخش بشه دیگه حسابی ما ترکوندیم. خب چون من میدونم با خدای خودم که چه کار کردم چه کار نکردم. من الان 11 سال 10 سال بیشتر از 10 ساله، نزدیک 11 سال از اون کشور آمدم بیرون. 11 سال پیش تو اون کشور چه خبر بود، الان تو اون کشور چه خبره؟ خب پس من الان همینجوری آمادگیشو دارم. من مثل خدا بیامرز روح الله زم یا مثل این بنده های خدایی که آمدن در مورد اینا حرف زدن چیزی گفتن، من نیستم. من از اولین روزم به شما گفتم من دلار نیستم، من رو یک روی سکم، هر چی هستم الان دارید منو میبینید. فردا هم اگر این فیلم پخش شد، من برای ذره ذره این فیلم بحث دارم. یعنی مردم باید متوجه بشن که دیگه از این به بعد گول سایبری های رژیم فاسد آخوندی رو نخورن. امیدوارم که یه فایلش رو به دست ما برسونن ما هم پخش کنیم. حتما این کارو میکنیم. شما اتفاقا باید زحمت بکنید که بعد به عنوان خبرنگار از من بپرسید. بله بله. نگاه، این حق مردمه که اون فیلم رو وقتی دیدن من پاسخگو باشم. مثل این نیست که من چند وقت اومدم گفتم آقای وزیر اطلاعات، جناب آقای خطیب، شما 4,000 میلیارد تومان 20 هکتار زمین انفال رو، اراضی ملی رو خوردین، بیان جواب بدین. اینا سکوت کردن. چرا سکوت میکنن؟ اگر شما مشکلی ندارید چرا نمیان پاسخگو بشید؟ افکار عمومی میخواد بفهمه. همه هم رفتن زمین رو اتفاقا دیدن که کنار منطقه آزاده. همین الان هم مأمور گذاشتن که کسی اونجا ورود نکنه. شما از چی میترسید؟ اگه 4,000 میلیارد تومان خوردید، شهامتش رو داشته باشید، شرفش رو داشته باشید، بیان جلوی تصویر با مردم صحبت بکنید. خب بگید طبق این اسناد و این مدارک جناب آقای خامنه‌ای فتوا داده که بخورید از مال مردم. اون موقع من باز حرف برای گفتن دارم. ولی اینکه سکوت میکنید، یعنی یه جای کارتون عجیب بیلنگه و ما سکوت نخواهیم کرد. درسته، بسیار عالی. پیمان عزیز، به غیر از اینکه بگی و ببندها بین خانواده‌های جانباختگان خیزش زن زندگی آزادی خیلی دیگه تو این روستا زیاد شده و ما شاهد این هستیم که خیلی از خانواده‌ها دارن اذیت میکنن، میبرن، میارن، حالا اونایی که زندانی سیاسی هم هستن خیلی ها رو گرفتن، توی بدنه خود سپاه و دولت هم یه سری بگی و ببندها هستش و مطمئن هستم که شما بیشتر از ماها در جریان هستید. میخواستم در مورد اینم ازت سوال بپرسم که به کجا رسیده این بگی و ببندها بعد از اینکه اون جریان سقطی پیش اومد و پسر آقای عبدالله پور رو گرفتن، حالا یه سری از افراد گرفتن، آیا باز هم این بگی و ببندها ادامه دار هستش یا نه؟ اینو باید ما دو قسمتش بکنیم. یه قسمتش این که بله، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه ریختن یک سری از فعالان انقلاب زن زندگی آزادی رو گرفتن. درست. یه سری فعالان زنان رو گرفتن، یه سری فعالین حمایت از حیوانات رو گرفتن. دارن به هر حال، این من چند وقتی پیش یه فیلم از من پخش شد. بله. چند دقیقه بود گفتم مردم این اطلاعات به دست من رسیده. بله. که اینا تو جامعه اطلاعاتی خودشون که زیر مجموعه اون سازمان
امنیت ملی کشور اینا دوست. جلسه گذاشته بودن که روبه وحشت به وجود بیارید، بگیرید ببندید که مردم جرئت نکنن 25 شهریور به خیابون بیان. امروز یه اتفاق جالبی افتاد، خیلی از این بازنشستگان لشکری و کشوری و اینا بلند شدن رفتن سمت بیت علی خامنه ای. این یک اتفاق برای اولین بار اتفاق جالبیه و حکومت ببخشید و حکومت به شدت از این موضوع میترسید که امروز برای اولین بار سرش اومد و از این به بعد مردم باید همین کارو بکنن، اونهایی که اعتراض دارن همین کارو بکنن. آقا صادق، وضعیت مملکت اصلا خوب نیست. این که ظاهرش رئیسی میاد امروز اومد یه سری جفنگیات گفت من آب و مجانی میکنم، برق، اینا نگاه در حد این آقا نیست. اینا کار هفت پشتشون هم نیست این کارو بکنن. اینا هر روزی دارن میلیاردها تومان پول کاغذی چاپ میکنن، پول بدون پشتوانه چاپ میکنن و فعلا دارن با اون آبروداری میکنن. ظاهر خودشون رو بزک کردن، ولی آقا صادق از تو همه اینها پکیدن. اگر 25 شهریور واقعا مردم همه در کنار هم باشن و میلیونی به کف خیابون بیان، کار این رژیم جنایتکار تموم شده است. خب اما در کنار این بگیر ببنده و ایجاد رعب و وحشتی که توی چنبخ اطلاعات سپاه و واجد داشتن، چه در گیلان چه در اقصی نقاط کشور، فقط این مختص استان گیلان نبود دیگه، ما تو اصفهان هم بچه‌ای رو داشتیم، تو شیراز هم داشتیم، تو خود تهران هم داشتیم که اومدن گرفتن بردن که هیچ کس هم نمیترسه. جالب، اومدن بهشون گفتن آقا تعهد بدید برید، هیچ کدوم تعهد ندادن از بچه‌ها، بچه‌های با شرف ایرانی، بچه‌های با شرف انقلابی، همه گفتن ما سر حرف خودمون هستیم تا سرنگونی رژیم جنایتکار آخوندی. اما در کنار این موضوع الان سه هفته است که واجا با سازمان اطلاعات سپاه دارن کل کل میکنن، اونها دارن عوامل اینها رو میگیرن، گندهای اینها رو میریزن، اونها دارن پتاهای اینها رو میریزن رو آب. خب اکبر عبدالله پور، پسر سردار عبدالله پور که الان فرمانده سپاه استان گیلان گرفتن، خب به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اخاذی میکرده، به خاطر اینکه رشوه میگرفته، کار مردم انجام میداده. خب ایشونو گرفتن که حتی نیابت گرفتن رفتن قم، تو خونش رو گشتن، دو تا ماشین 0 کیلومتر که از این پارچه گذاشته بوده روش، چی بهش میگن از اینه که رو ماشین میندازن، دو تا ماشین 0 اونجا میگیرن، ماشین خارجی، کلی دلار و سکه از تو خونش پیدا میکنن. جالب، دیروز مادر ایشون رو میخوان، یعنی زن سردار عبدالله پور رو، حفاظت اطلاعات سپاه میخواد و ایشون رو هم میبرن. الان کاشف در عمل آمده که مادره با اینا دستش توی یه کاسه بوده، یعنی زن سردار عبدالله پور. شما میدونی که عبدالله پور هم اول انقلاب کوپن فروش بود، خب که بعد میده تو انقلاب و فلان و اینا ریش و پشم و اینا میشه انقلاب و صاحب این مملکت. مشکل ما اینه، یکی تو حمام منصوری ژتون میداده الان شده رهبر، یکی کوپن فروش کنار امامزاده تو آستانه اشرفیه بوده الان شده سردار سپاه و فرمانده سپاه. مشکل ما با این گداگشنه‌ها تو این مملکت همینه. خب اینا که سفره پدر مادرشون رو نیده بودن، اینا یک مشت گداگشنه بودن. آقا من شما که پدرای ما برای ما روایت کردن، خامنه ای در اون زمانی که نمیدونم تبعید شده بود، یه مدت اومد سنگاچین انزلی که اونجا زادگاه پدران من و شماست، چه چیزهایی میگفتن که میرفت بالای منبر تو همون سنگاچین مردم میدویدن تو حیات، یه دونه جوجه براش میگرفتن پاش، پول به این نمیدادن، مثلا آخوند در حد و اندازه ای نیست که ما بهش پول سیاه بدیم، این باید با همین جور چیزا فقط شکمش رو سیر بکنه. اونها الان رسیدن به منابع ذخایر نفتی و فسیلی ما، این همه ثروت رو دیدن نمیخوان برن، مردم شما باید اینا رو بیرون بکنید. خب الان چند وقت افتادن، اکبر عبدالله پور رو گرفتن، زن عبدالله پور رو گرفتن، 3-4 تا از مسئولین امنیتی بالا رتبه سازمان اطلاعات سپاه رو گرفتن، همه با هم باند بودن. خب که کنار اینا چند تا پرستو هم گرفتن که یکی همون خانم سحر قریشی بود که رفته بود پیش مدیر کل ارشاد، سحر قلیزاده میگم، سحر قریشی که هنر پیشه، سحر قلیزاده که گرفته بودن خیلی ها رو. این بنده خدا آمده لو داده گفته من با خیلی ها کشتی گرفتم. جالب اینجاست این بچه هایی که گرفتن توشون یکی مسئول سایبری بوده
وقتی لپتاپ این طرف رو میگیرن میبرن تو حفاظت اطلاعات باز میکنند، میبینن چند تا از پرستوهای همین سازمان اطلاعات سپاه با سید کاظم دلخوش نماینده سومسرا، با جبار کوچکی نژاد نماینده رشت، با تأمینی نماینده سابق رشت، با اینها روابط نامشروع داشتن تو جاهای مختلف، بعد با میکرو دوربین ها از اینها فیلم گرفته شده. خب و جالبه اینها رو هیچ وقت به مردم نگفتن. چرا؟ اینها رو نگه داشتن به عنوان یک ابزار و از اینها در این سالها فقط اخاذی کردن، فقط از اینها رشته گرفتن، گفتن آقا شکار زدی دمت گرم بیا این فیلم شما داریم، ولی از این به بعد امتیاز اونو میخوایم، امتیاز اینو میخوایم. یهو حرف در میامد آقا آخه مگه چطور میشه وزارت اطلاعات 20 هکتار زمین رو اونجا بگیره؟ چطور میشه اطلاعات سپاه یا خود سپاه پاسداران فلان پروژه خدا تومن رو بگیره؟ خب اینها همه نشون میده که اینها افرادی رو تو مجلس دارن که مسبب میکنه اینجور کثافت کاری هاشون رو، که وقتی اینها به اون رأس هرم و رأس اون ستون خیمهشون میرسه، آدم تازه میفهمه چه عمق از کثافت کاری هاشون داخل خودشونه، ولی مردم اینجور چیزا رو نمیدونن. مردم فقط چی رو میدونن؟ شهادت امام حسین، شهادت امام رضا، برن تو مسجد به سر و سینه بزنن، تو صندوقهای کمیته امداد پول بریزن، فقط گریه کنن، فقط سیاه بپوشن، فقط حجاب بذارن، بچه هاشون فارغ التحصیل بشن، استخدام نشن، بچه هاشون مرتاد بشن، ولی پشت دست اونا کثافت کاری های خودشون رو دارن. بله اگر من هم مثل اونها بودم هیچ وقت اون مملکت رو ول نمی کردم. اون مملکت الان اینا میگن این مملکت گل بلبله، اینایی که دو انقلاب زن زندگی آزادی هستن اقلیت هستن، نمیخوام ببینن. خب چون اونها واقعا تو گل بلبل دارن، تو بهش دارن زندگی میکنن، نفت و دارن، گاز و دارن، همه چیز دارن. من همین پری روزی افشاگری کردم، فایل صوتی پخش کردم از کسانی که در دولت سایه در دولت جناب آقای احمدی نژاد بودن، شنیدید دیگه آه. که اومدن به صورت تتر رو نمیدونم بیت کوین و اینا میخواستن چند هزار میلیارد تومن پولی که پشت بانک قرار گرفته رو سفیدش کنن. آقا صادق من تو اینجا لحلای $1000 پول رو میزنیم که بتونیم کرای خونمونو بدیم، بتونیم خرج خونه. من و تو یک ماه کار نکنیم هفتمون گرای هشتمونه، گوش میدین؟ ولی اینها صحبتهایی دارن میکنن که واقعا ما نقطه هاشون رو نمیتونیم بشماریم. من همین الان قبل از که بیام لایف شروع بشه، یک خانومی به من از ماشین سازی عراق فیلمی رو نشون داد که این بیچاره ها الان 10 روز تو حیات اون ماشین سازی تحصن کردن بدون آب و غذا، چون به اینها پول نمیدن. ماشین سازی عراق هم دیگه داره میره. بابا مملکت ترکیده، مملکت پخیده، مملکت پوسیده. اون قشر خاکستری باید بفهمه. من باید دیگه کارهای احمقانه خودم رو کنار بذارم، باید واقع بین باشم، باید بفهمم که علی خامنه ای و رئیسی و امثال اینها در این 44 سال خراب کردن به این مملکت. اصطلاح بی‌ادبانه رو نمیتونم ببرم. آقا بسه، شما یه کارگر رو میگیرید یه بار بیاد خونتون رو تمیز بکنه خوب نباشه، دفعه بعد دیگه تو یک هفته دیگه نمیانینش. شما چجوری به آخوندا 44 سال فرصت دادید؟ دهن شما رو دارن سرویس میکنن. الانش هم اگر ما نبودیم اطلاعاتو به شما بدیم، شما از کجا میخواستید به دست بیارید؟ زن همسر سردار عبدالله پور فرمانده سپاه قدس گیلان رو گرفتن به جرم اخاذی، پسرش رو گرفتن، معاون سایبری سپاه پاسداران رو گرفتن، معاون سیاسی سازمان اطلاعات سپاه رو گرفتن، مشاور عالی آقای گلعلی پور، برید ببینید ایا حناس، من همه چیزی که دارم میگم زنگ بزنید بپرسید، مشاور عالی جناب آقای عباسی که همین الان این احمق این فاسد که پرونده همینم هم که تجاوز به یه دختر کرده بود و ما با حکم قضایی پخش کردیم، چند روز پیش اومدن دستبند زدن برش داشتن بردن. چرا؟ سکه میگرفته، دلار میگرفته، حکم مدیر کلی میداده. آخه این چه دنیاییه؟ این چه مملکتیه؟ این چه تشکیلاتیه؟ چرا من تو دیگه نمیخوایم واقع بین باشیم؟ چرا من تو نمیخوایم با این موضوع کنار بیایم که آقا این رژیم فاسده؟ پیمان
بهبودی تا میاد حرف میزنن میگن پیمان بهبودی خودش اطلاعاتیه، پیمان بهبودی خودش سازمان اطلاعات سپاس. آخه آدم های با فهم با شعور، اونهایی که سایبری هن، اونهایی که اطلاعاتی هن، اگر نمیفهمید نفهمید بفهمید، آنهایی که اطلاعاتی هستن سایبری هستن نمیان ریش خامنه ای رو جلوی تصویر قهوه‌ای بکنن که ما داریم میکنیم. اونهایی که سایبری هستند میان پایین دستی ها رو میزنن ولی میگن آقا خوبه، حکومت خوبه، ولی من پیمان بهبودی دارم میام میگم اتفاقا اون کثیفه که بقیه کثیف شدن، اتفاقا اون فاسده، اتفاقا اون تهش باد میده، اتفاقا اونه که حمایت میکنه از امثال توسی ها که سقطی ها الا ماشاءالله پیدا میشن. این هفته براتون فیلم میذارم نگاه بکنید پشماتون بریزه. به من میگن که آخو بشین جلوی دوربین، کت شلوار بپوش، کراوات بزن، خیلی رسمی صحبت کن. بابا ول کنید این مسخره بازی رو. رسمی صحبت کردن الان تو باید انقلابی باشی، شرف داری 25 شهریور بیا کف خیابون حق تو بگیر. من پیمان بهبودی از جون خودم گذشتم. به هر حال هر انقلابی باید یک خونی ریخته بشه. من از اون وقتی اون دفعه هم به تو گفتم صادق جان، از اون وقتی که در انقلاب زن زندگی آزادی این همه جوانهای زیبا و خوشگل و تحصیل کرده و خانوم و آقای ما رو کشتن، من پیمان بهبودی کیلو چند؟ من اصلا عددی نیستم در مقابل اون بچه ها. من صد بارم بمیرم با آسایش میمیرم. به همه خانواده خودم هم گفتم من تا آخرین روزی که زنده هستم، من البته اینم به شما بگم، من روزی که بخوان منو بکشن من چند نفر رو جابجا میکنم. این برنامه ریزیایی که ما کردیم بعد میمیرم، چون میدونم اون دنیا نه بهشتی هست نه جهنم، اینا همه جفنگیاته. اگر بهشتی در اون دنیا بود تمام این آخوندهای ولد زنا الان تو بهشت بودن، اصلا اینجا رو ول میکردن. این جنتی مثال بارزش، اینو مشمع مای بیبی میپوشونن میشاشه، روایت رانندشی که فرار کرده آمده همین آلمان داره زندگی میکنه، میگه ما تو یه دست انداز میرفتیم حاج آقا میشاشید به این تشک ماشینی که ما داشتیم، من باید تا یک هفته لته میزدم تا بوش میرفت، به به میزدم، ادکلوم میزدم. بس خدا و پیغمبر خوبه باشه، من اصلا به ادیان شما، به مذاهب شما، به اعتقادات شما هیچ کاری ندارم، ولی من هیچ اعتقادی ندارم. اعتقاد حال حاضر من مملکت منه که باید آزاد بشه. من الان تو این کشوری زندگی، اینجا هم 80 و چند میلیون جمعیت داره آلمان، ایران هم 80 و چند میلیون جمعیت. بیا اینجا نگاه بکن، تو هر خونه درشو بکن 4 تا ماشین میبینی. مرده هر روز گوشت میخوره، اونایی که دوست دارن، اونایی که ویژیتریان هم بماند دیگه، همه دارن آزادانه زندگی خودشون رو میکنن، همه دارن عشق و حال خودشون رو میکنن. تو مملکت ما میرسه اون صدیقی امام جمعه موقت تهران حرامزاده خودش بالای شهر یه 6 طبقه و 6 واحد داره عشق و حال میکنه به من و تو، میگه روزه بگیرید اگر گوشت نیست، تخم مرغ نیست، نون نیست، آب نیست. مردم چقدر روزه بگیرن؟ 44 ساله دارن روزه میگیرن. تمومش بکنید. شما میان تو تلویزیون، تو تلویزیون فاسد و مزدور پربر شما میان اعلام میکنین بسم الله الرحمن الرحیم، 4 تا بلغور میکنین از این آیات جفنگیاتی معنیز از کجا آوردین، همه به نفع شما آخونداست. میان بلغور میکنین فساد نکنیم، با فساد مبارزه بکنیم. آقا فرمودن، آقا خودش دزد 40 دزد بغداده، خودش رئیس اون 40 دزد بغداده. از این بعد زن فرمانده سپاه، آخه خود فرمانده سپاه ماهی کلی حقوق داره، کلی خدم و حشم داره دیگه. بابا چی میخواین که پشت دستم دزدی میکنید؟ که دیگه دیدید انقدر پیمان بهبودی آمده افشاگری کرده، موندید رفتید زن فرمانده سپاه رو الان 2 روز بردید حفاظت اطلاعات، دارید ازش میپرسید چند تا سکه از این گرفتی از اون؟ با عرض معذرت هاش خانم ببخشید سایه شما سنگین، 15 تا سکه از اون گرفتی چا؟ بابا خجالت بکشید. پسر عبدالله پور، اکبر عبدالله پور با اسلحه پدرش بلند میشه میره امامزاده هاشم سرابان، یک شرکت بزرگ نمیدونم تخلیه شنماسه و اینجور چیزهاست، بلند میشید میدید رئیسشو میگیرید میبرید تو جنگل‌های سرابان، اسلحه میذارید رو شقیقش، بهش میگید چک سفید امضا بکن. مرده همونجا از ترس
ترس جونش چک سفید امضا میکنه، فردا میره به حفاظت میگه، کاشف و عمل میاد طرفی رو که گرفتن پسر سردار عبدالله پور بوده، آقای اکبر عبدالله پور که خودش آخونده، داره تو حوزه قم درس میکنه، اسلحه‌ای هم که ازش میگیرن میبرن مال همین پدرشه. خب الانم افتادی چند روز دیگه آقا دیگه همه رو گرفتید، مشاور عالی جناب آقای عباسی رو گرفتید که خود عباسی فساد اخلاقی داره، معاون سیاسی سپاه رو گرفتید، پسر آقازاده نماینده حال حاضر مردم رشت که رئیس دفتر سیاسی بود اینو بیرونش کردید، بازداشتش کردید، الان چند روزه هی اینو میبرید، ازش اطلاعات میگیرید میارید. دو تا دختر عموهای آقازاده که یک دفتر خیریه زدن پشت دست داشتن فساد مالی میکردن، اونها را الان بازداشت کردید. خب بیه رو که راست به مردم بگید چرا اینها رو نمیگید؟ بعد اون پسر آقای یراهی کی آمد یه شعری خون چقدر هم قشنگ خود شد، شما به ثانیه نشد رفتیم گرفتینش، اون تصویر زننده از دستبند و از پشت انگار مثلا یه قاتل جامعه چیکار کرد؟ اون یک هنرمند، شما وقتی با هنرمند جامعه این کارو میکنی حرام زاده ها. بعد اومدی ثقتی رو براش بردینش تو زندان شماره 2 رشت، تو واحد، تو بند نظامی ها، اونجا بند نظامی ها تلویزیون داره، فرش دست باف، عشق و حال، پیکنیک، نمیدونه پینگ پونگ، همه چیز استر، همه چیز دارید اونجا. در صورتی که این حرام زاده اگر شما واقعا حکومت عدل علی بودی، ثقتی رو باید میآوردی در میدان شهر، اینو میکشیدید بالای دار. اینو من نمیگم، من اصلا با کشت و کشتار و دار و پار و اینا اصلا راضی نیستم، اصلا موافق نیستم با کشتن، گرفتن جون یک آدم، ولی اینو تو اون احکام مزخرف شما میگن یک نفر رو با نیم کیلو تریاک میگیرید میکشید بالای دار، دهنش رو سرویس میکنید، اما اینی که لواط کرده کل مملکت تحت شعاع قرار گرفته، اینو آزاد گذاشتید، توسی گذاشته تو دم 6 تا بچه، اونو آزاد گذاشتید، اینو آزاد گذاشتید، این چه مملکتیه؟ شما گند مملکت داری رو در آوردید، نمیتونید سفره مردم رو رنگین بکنید، مردم تو جیبشون پول نیست، مردم میگه که من بازنشسته نمیدونم فرهنگی هستم، آخر هفته که میشه چشمم داره میره دخترمو ببینم، بچه هامو، نوه هامو ببینم، پول تو جیبم نیست، نمیتونم دعوتشون کنم. آقا صادق، آیا اون موقع ما بچه بودیم اینجوری بود؟ اون اوائل انقلاب که اون شاه خدا بیامرز بد یا خوب به خودش ربط داره، ولی اینقدر پول گذاشته بود تو صندوق ذخیره این کشور که اوائل اون با این که جنگ بود همه داشتن، 8 سال جنگ بود، همه داشتن، همه میخوردن. شما فکر کنید کی؟ آقای خمینی مهندسی کرده بود یا نه هاشمی مهندسی کرده بود مملکت رو داشتن؟ این آخوندهای حرامزاده جز بکن و بده و بخور و کلاهبرداری هیچی بلد نیستن. آقا با هم بیایم دو تا چهارتاست، رک و راست با هم حرفامون رو بزنیم. شما 25 شهریور باید به کف خیابونها بیاید برای خودتون، برای بچه هاتون، برای نوه هاتون، برای من. نه، من خارج از کشورم، من بهترین ماشین زیر پامه، بهترین خونه رو دارم، بهترین شغل رو دارم، من میتونستم فردا بگم خیلی ببخشید عذر میخوام فلان مردم، من برم دنبال عشق و حال خودم، من از صبح بلند میشم میرم سر کار خودم، زحمت میکشم، دغدغه خودم رو دارم، میام خونه، عوضی که به زندگی خودم، به خانواده خودم، به دوستای خودم برسم، هی بلند شدیم داریم خبر میخونیم. همین الان من خودکشی یک زن تو مالی آباد شیراز گذاشتم، همه شما دیدید تو تلگرام، از اون بالا خودش رو پرت کرد کشت. شما فکر میکنید چرا میکشن؟ یکی رو میان نیروی انتظامی بیانیه داد، اون هفته یه نفر تو یخ‌سازی رشت خودش رو انداخت کشت، همین چند وقت پیش آمدن با ایشون تعلم خاطر داشتن، استعلام مواد مخدر میکردن. ای آخه شما تا یکی خودشو میکشه یا میگید دیوانه بوده یا میگید مواد مخدری بوده، چرا بوده؟ چرا حقیقتو نمیگید؟ همشون مشکل مال، اصلا بزرگترین مسئله الان در حال حاضر تو کشور ما وضعیت تمکن مالی مردمه. مردم اگر وضعیت مالیشون خوب باشه اصلا نه کاری به حکومت، نه کاری به سیاست، نه کاری به دولت، به هیچ چی ندارن. مرد از صبح میره حمالی میکنه. یکی چندی پیش به من پیام داد، میگفت آقا پیمان میخوام پیش تو بیام اعتراف بکنم، انگار من پدر مسیحی بودم آمده پیش من اعتراف بکنه، من بگم تو راه بهشت برات بازه. گفتم بگو. گفت آقا پیمان من شغل من دزدیه،
گفتم آقا دمت گرم، از کی میدزدی؟ گفت هر جا هر چی گیر بیاد میدزدم. چند وقتی پیش رفتم، اتفاقا مال سمنانم بود، گفت رفتم اون بالای شهر ما تو یک آپارتمانی، دیگه از کتونی هم نگذشتم، ولی آقا پیمان الان دارم بهت اعتراف میدم دیگه دزدی هم نمیصرفه. چی جوونای ما از اولین روزی که به دنیا آمدن مادر اینا رو دزد و معتاد و قاچاقچی و فاسد به دنیا آورد، به خدا نیاورد. جوونهای ایرانی اتفاقا با استعدادتر است. بابا من تو این کشور منگولای این کشور، دیوونه های این کشور رو دولت با ماهی چند هزار دلار، یعنی ماهی نمیدونم 100 میلیون 200 میلیون حقوق همینجا بهشون کار میده. بعد بچهای تحصیل کرده ما فوق لیسانس، فوق لیسانس دکترا، فوق لیسانس دکترا تو پارک ها نشستن یه سیگاری رو 60 نفر دارن میکشن، چون دیوانن، کار ندارن، شغل ندارن. والا تو زمان ما باز ما یه دوست دختر میگرفتیم یه بستنی میتونستیم ببریم بهش بدیم، یه پیتزا میتونستیم بدیم، پول پیتزامون بود اون موقع 200 تومن 250 تو تک تومن. الان میگه میریم میشینی دو نفر غذا میخوری 1 میلیون تومن. کسی که یک قرون درآمد نداره از کجا بیاره؟ بعد بچه آخوندا این تراول پولا دیگه، من دارم اینا رو همه رو برای شما مردم میذارم دیگه، من چجوری سند رو کنم به شما؟ من برای شما دارم میذارم میلیارد میلیارد، این بانک آینده دهن شما رو سرویس کرده. من هی دارم میگم آقا دارن میخورن. بانک آینده اون انصاری و با پسر خامنه ای، مشتبه خامنه ای، سر شما مردم رو داره کلا میذاره، پالت پالت ارز خارجی دارن از کشور خارج میکنن. دیگه من کد دادم، همه چیزو دادم، وزارت اطلاعات ما اگر فاسد نباشه میتونه بره راحت همشون رو بگیره، ولی نمیگیره. چرا؟ چون دومشون به اون بالا وصله. همه اینا یه ریشه به خامنه ای وصله. دیگه تموم بکنید، بس. به نظر من آخه من دیگه همیشه نمیتونم بیام اینجور داد و فریاد بکنم، ولی والا مردم، به خدا، به دین، به مذهب، من اهل هیچ فرقه ای نیستم، نه چپم نه راستم، نه بالام نه پایین. فردا اگر اون مملکت آباد شد، من اصلا نه گروه حزبیم، نه هم قراره بیام اونجا مسئولیتی بگیرم، مال خود شما. ولی الان وظیفه منه. چرا؟ چون خانواده منم اونجا دارن زندگی میکنن، من میفهمم مردم دارن چه ظلم. من روزی 500 تا پیام برام میاد از کل کشور، از سیستان بلوچستان میاد تا این ور از ارومیه و نمیدونم تبریز و کجا و کجا. بابا مردم همه دارن مینالن. بعد سایبریا میان میگن نه، وضعیت مملکت ما امام زمانیه، امام زمان روش اشراف داره، همه چیز اوکی. بله برای شما اوکی، اون امام زمانی که شما دارید میگید اون امام زمان شماست، امام زمان ما گدا گشنه ها نیست. شما 44 ساله تا دست فرو کردید به ما، ما نیستیم. امام زمان اگر امام زمان بود، طرف ما گدا گشنه ها بود، می اومد اولین کاری میکرد گردن علی خامنه ای رو میشکست. شما مردم، دهن مردم رو سرویس کردید، پدرشون رو در آوردید. بابا بسته. بعد یک مشت احمق هم ما تو کشور داریم که من دیروز فیلمشو گذاشتم، رفته تو ترانز برق صدقه انداخته. بعد یه جوونی بهش میگه آی، این همون 57ه که نفهمیده انقلاب کرد. چرا؟ چون تو یخچال خونش پر گوشت و مرغ بود. اینا اعتقادی انقلاب نکردن که، اینا هیچ کدومشون اعتقادی اصلا، از شکم سیری آمدن، آمدن انقلاب کردن. این اراذل اوباش، این مریض های لواطگر فاسد رو انداختن گردن ما. باشه، حالا از این به بعد شما از پیمان بهبودی فیلم پخش کنید، بگید پیمان بهبودی معاند، پیمان بهبودی اطلاعاتی سما، پیمان بهبودی وزارت فلان، من همه چیز هستم. فرض بر محال محال دیگه. باشه، من همه چیز هستم، همه چیز شما درست میدید، ولی من از این به بعد خار مادر شما رو جلوی چشمتون میارم. خب تا الان که پخش کردم این فیلمایی که من پخش کردم، شما در این 40 سال هر جفنگیاتی به مردم گفتید همه رو خونسا کرد. حالا از این به بعد این قالیباف هم، این برنامه، این پیرامونش هم این هفته پخش میکنم. بعد از 25 شهریور مادر تک تک شما رو الاغ سوار میکنم. شما مسئولین کثافتی که 44 سال با این قلب ریش و پشم اینجا بستن و نمیدونم انگشتر عقیر دهن این مردم احمقهایی مثل اونی که میره تو صندوق اداره برق پول صدقه میندازه رو شما در آوردید. جوانهای امروز ما همه تحصیل کرده، همه با فهم و شعور، دهن شما رو سرویس میکنن. شما شک نکنید همین زنان قهرمان ما که تو این انقلاب
به زن زندگی آزادی تا اینجا پیش آمدن، از این به بعد دهن تو آخوند کثافت مریض لواطگر رو هم سرویس خواهد کرد. ببخشید من اعصابم نه خواهش این حرف از خبر دیگه اصلا نیومدم تو حرفت، گفتم که با همون هیجان صحبت کنید. خب قطعا این هیجان هایی که شما داری صحبت میکنی، اون چهار نفری که به قول معروف بهش خاکستری هستن خود به خودشون میان. من توی حرفات یه سری نکته ها رو برداشتم بگم که در مورد عبدالله پور که شما فرمودید که افشاگری کردید، من خدمت مردم بگم که بعد از افشاگری که پیمان عزیز کرد، ایشون قرار بود استاندار گیلان بشه که کلن منتفی شد. این یه طرف قضیه. و یه نکته دیگه هم که پیمان گفتش در مورد خامنه‌ای خط قرمز این نظام هستش، خط قرمز نظام، از خط قرمز نظام هم آقای بهبودی گذر کرد. شما اولین روز محرم رو با فیلم لواط شروع کرد پیمان عزیز، یعنی از خط قرمز نظام هم عبور کرد. این خط قرمز نظام اسلامه. وقتی خمینی گفته که این محرم و سفر است که اسلام رو زنده نگه داشته، پیمان بهبودی روز اول محرمی که قرار بود اسلام زنده نگه داره با فیلم لواط آقای سقطی شروع کرد. و نکته بعدی که من میخوام بگم، شما در مورد 25 شهریور گفتی پیمان عزیز، و این همه اعتراضاتی که ما الان میبینیم توی تلویزیون، حالا توی رسانه ها داریم میبینیم، حالا طرف بازنشسته است، طرف دکتر، طرف حالا تو هر شغلی معلم، همشون دارن اعتراض میکنن. یکی پولش خورده، یکی اون یکی بانک پولش خورده، یکی سایپا پولش خورده، یکی ایران خدا پولش خورده. دوستان عزیزان، خواهش میکنم ازتون روز 25 شهریور همینایی که الان کف خیابون هستن، همینا بیان کف خیابون و اعتراض بکنن. نه اعتراض نکنن به جمهوری اسلامی، آقا نمیخواد جمهوری اسلامی، حقتونه بگیرید، فقط همون روزا بیان حقتونه بگیرید، نه اینکه الان اومدید سر خیابون دارید شلوغ میکنید، میان شما میزنن. الان اومدید هیچ فایده ای نداره. بیان پشت اون مردمی که اومدن حقشون رو بگیرن، شما هم بیان حق خودتون رو بگیرید. شما اگر از جمهوری اسلامی راضی هستید، بیان حداقل حق خودتون رو بگیرید و همون روزا بیان توی میدون، بیان کف خیابون و این جمعیت رو بیشتر از این بکنید. من خواستم اینم بگم که دلم مونده بود. امیدوارم ما گفتنی ها رو میگیم. حالا اگر هر کی میگن عزت و ذلت هر کس دست خودشه در ابتدا، خب عزت و ذلت هر کس دست خودشه. من اگر بخوام به عزت میرسم، نخوام همین فردا الکلی کنار خیابون میرسم، به خار و ذلت میرسم. پس دست خودمه. مردم، عزت و ذلت شما دست شماست، دست خارجی ها نیست، دست اونی که اون بالا هست 44 ساله داری برای کرش میکنید نیست، چون اون خدا اصلا یک داستان جداگانه ای داره. دنبال اون نباشید به شما کمک بکنه، نمیکنه. این گنبد بارگاه های طلایی هم که ساختن، میرید پول میندازید فلان، تو این 44 سال دهن شما رو سرویس کردن. کدوم یکی شما حاجت گرفتید؟ هیچ توجه کردید از روزی که سوشیال مدیا آمده، از روزی که فضای مجازی آمده، هیچی دیگه اونجا حاجت نمیگیره. قبلا ها یادتونه میگه وای پسر زهرا خانومو بردن اونجا دخیل بستن، وای کنارش یکی خوابیده بود شفا گرفت، چلاق بود راه میره، الان مشکلی نداره، فلان نداره. این جفنگیاتو به خورد ما میدادن، مادرمون پدرمون، آخه خدا فلان. ولی از اون روزی که دوربین در اومده، این بچهای انقلابی در اومدن، به ساعت و به لحظه فیلم میگیرن، این آخوندا دیگه موندن چه کار بکنن؟ گوش میدین مردم، ظاهر مردم فریب آخوندها رو نبینید. اینها از داخل پکیدن، وضعیت مملکت به هم ریخته است. من خدمت شما عرض میکنم، دوستی که همین الان داریم چند ساله داره با رادیو گیلان کار میکنه، تو بانک مرکزی هم هست، به ما میگه آقا پیمان با دستور مستقیم خود رئیسی و خامنه ای ما فقط داریم پول چاپ میکنیم. یعنی پول الکی دارن چاپ میکنن مردم، پول هیچ پشتوانه ای نداره. پس لطف بکنید به خاطر خودتون، به خاطر بچه هاتون، به خاطر نوه هاتون، به خاطر آخر عاقبت خودتون، به کف خیابون ها بیان و حق خودتون از این گداگشنه های مریض جنسی. اگر اینها آدم های با تقوایی بودن، باز هم زبان امثال من کوتاه شده بود. اینها همه مریض جنس. من اینقدر از اینها فیلم گرفتم، داخل یکی از اتاق ها گذاشتم، در رو بستم اون لپتاپو، اینقدر احساس میکنم بوی کثافت از داخل اونها میاد. همه هم آخوندن،
همه هم از مسئولینن، همه هم کارمندن، همه هم به نظام بستن، همه هم فرمانده پایگان، فرمانده بسیجن، فرمانده سپان. آخه لعنت بر شما. بعد همه شون هم میگن ما نایب بر حق امام. شما دهن اون امام زمان سرویس کردید. ای کاش اون امام زمان یک جرعتی داشت، اون امام زمان یک قدرتی داشت، میامد با همون شمشیر 2000 سال پیش، چند هزار سال پیش دهن شما رو سرویس میکرد که شما دیگه براش آبرو نذاشتید. مرده میره همجنسگرایی میکنه تا دسته فرو میکنه، میاد میگه من مقلد آقا هستم، آقا هم وصل به آقا امام زمان. مرده میگه ای این که بکنه که، این که لوادگره، این که همجنسگراست، اون آقا بس کیه، اونی که اون بالاست کیه؟ مردم جفنگیاتو بذارید کنار، واقع بین باشید، واقع بین باشید. این آخوندها نه سواد درست حسابی دارن، نه از نظر اقتصاد به خدا چیزی حالیشون نمیشه، یک مش یابو هم دارن بر شما خدمت میکنن. اینها من دارم خدمت شما عرض میکنم، اینا نایبین بر حق شیطان بر روی زمین هستن. روزی که اینها رفتید من مرده، آقا صادق این جمله رو داشته باش تو، اون روزی که انقلاب کردید، این حرامزاده ها رو از کشور خودتون بیرون کردید، من مرده شما زنده، بعد میگید دم اون خدا بیامرز گرم که این شیاطین رو شناخته بود. چون اینها برن از کشور بیرون، تازه کشور شما روشنایی میگیره، تازه برکت میاد به کشورتون. به خدا من امروز داشتم از مسیر ادارم و میامدم سمت خونه، این دانوبی که هست، این رودخانه بزرگی که تو قلب اروپا هست، اینقدر پر آب بود، اینقدر مزارع دوروبرش سرسبز بود. اینها بت رو نمیپرستن آقا صادق، بت نمیپرستن، بیشترشون آتائیستن، هیچ کس رو نمیپرستن. بس این همه پر آبی و این همه تراوت و این همه شادابی از کجاست؟ آهای مردم، آهای کشاورزا، 44 سال شما رو، 44 سال شما رو گیر آوردن. نماز بخونید، دعای باران بخونید، خدا، اون خدا اگر قراره شما رو زجرکش بکنه که اون خدا نیست. آخونده شما رو گیر آوردن مردم. 25 شهریور استارتیه که شما بیاید به کف خیابونها و حق خودتون رو بگیرید، لااقل بذارید بمیرید ولی با شرف مردید، نه اینکه تو خونه گرفتید از مریضی مردید بعد بگن آره این بدبخت دیگه آخر عمری داشت چی میگن پرپر میزد مرد. این همه جوانهای ما فوت شهید شدن تو کف خیابون ها، با شرف مردن. فردا اگر انقلاب شد، یاد اینها تا قرنها در دل همه مردم هست. پس سعی بکنیم با شرف مملکت خودمون رو از این شیاطین پس بگیریم دیگه. خیلی من هم خواهش میکنم، من دو تا موضوع بازم بگم. اول اینکه تشکر کنیم از خودت که اومدی توی لایف و بدون اینکه تبلیغ بکنیم اومدیم توی لایف و بابت همین تعداد نفرات زیاده و سایبری ها نتونستن اینترنت رو بالاخره شعلش بیارن پایین و ما تعداد نفراتی که الان میبینیم قابل توجه هستش. و موضوع دوم اینکه در مورد کشاورزا هم گفتی، من یه موضوع مهمی که امروز شنیدم این که اینقدر برنج وارد کردن کشاورزی که همونجوری که اگر میخواست بفروشه چیزی واسش نمیمون، الان تمام این جوهایی که کشیدن بالا به قیمت کیلوی 35,000 تومن باید بفروشن، یعنی برنج الان شده کیلوی 70,000 تومن. تا قبل از این برنج 120 تومن، 130 تومن بود، ولی اینقدر اینو برنج وارد کردن، اونم موقعی که کشاورزی که این همه زحمت کشیده. حالا ما اون قشرم داریم میبینیم که اونا هم باید قیمت بالا باید بخرن. نگاه، فقط برنج رو نگو، فقط برنج رو نگو، گندمکارهای ما اینجوری هست. میگه دولت کلاهبردار، الان من گزارش گذاشتم برید تو تلگرام ببینید، میگه دولت کلاهبردار آمده گندم ما رو خریده، آرد کرده، به نانوایی ها فروخته، پول ما رو نمیده. آخه در کجای دنیا شما سراغ دارید که دولت کلاهبردار باشه، حکومت کلاهبردار باشه، رهبر یک مملکت قاتل و جانی و آدمکش باشه؟ بابا اینا هیچ کدوم، 4 تا روانشناس بیارید براتون حرف بزنن، از واقعیات بگن، اینا اصلا در کنار هم نرمال نیست. این مملکت دست یک گروه افتاده، دست یک رژیم افتاده. اینها یک گروه بدتر از طالبانن، اینها یک گروه بدتر از داعشن. فقط
سر و کلهشون رنگ و لعاب درست حسابی کردن، اینا داخلشون بدتر از جنایتکار از اونها، اینا همین الان دارن بچه ها رو خفه کش میکنن، شکنجه میکنن، اعدام میکنن. در هیچ کجای دنیا این اصلا غفل این وضعیت. مردم اطمینان نکنید به این دولت، اصلا رئیسی یک یابوه، اون هیچی حالیش نیست بابا. از وقتی که آمده گن زده به همه چیز آمار میده، میگه ما رشد اقتصادی داشتیم، با خدا اینو گیرش آوردن. خامنه ای هم که داره میمیره، تمام سرطان گرفته فلان جاشو، همینجور داره میاد بالا، اون با اون درگیره. خارشک افتاد. اون روزه که دیگه زیاد صحبت کردیم، خیلی خوشحال شدم، ببخشید دارم خورد. امیدوارم که مردم ما متوجه بشن من حرفی رو که امشب زدم از دل زدم. امیدوارم که متوجه بشین و امیدوارم که دلتون برای آینده خودتون و بچه های خودتون بسوزه. بسیارم حالی ما روز جمعه هم با پیمان عزیز در خصوص افشاگری پیامون آقای قالیباف هستیم، آقای قالیباف هستیم، و باز هم تکرار میکنیم تو تمام لایف ها، تو تمام ویدیوها اینو گفتیم که 25 شهریور یادتون نره، روز همبستگی ملت ایرانه. مرسی پیمان عزیز که وقت رو در اختیار ما گذاشتی، ممنونم ازت. خواهش میکنم، در خدمت شما. ماه به ما اشاره میکنن که چون من یه کار دیگه هم داریم، یه برنامه دیگه هم داریم، بعد بریم اونجا. خیلی خوشحال شدم اومد بودیم، قرار بود یه 20 دقیقه حرف بزنیم، خیلی شد، ولی دم مردم گرم، نگاه کن چقدر تعداد زیاده. 400 نفرم اومدم، ما بدونیم که اصلا اعلام بکنیم تا 1500-1400 نفرم اومدن، و این خیلی خوبه که ما اعلام نمی کنیم. از اون و این فیتلر دیگه پایین، ما مخلص مردم هستیم. نگاه اون حرفی که به هر حال از دل برایت بر دل نشیند. بله. ما مثل بعضی از این شبکه های تلویزیونی که خیلی شومن های اونجور آنچنان پیمان واقعیه مردم، این خود پیمان واقعی. من بارها بهش گفتم پیمان یه مقدار حالا مدارا بکن، نمیتونم، ولی این خود پیمان واقعی که امشب دیدید واقعا نمیشه دیگه تغییرش. من دیگه هیچ صحبتی نمی کنم، دوست دارم همین پیمان همیشه تا همین لایو باشه. مخلص شما هستیم، خیلی خوشحال شدیم دیگه. خدا نگهدار شما. شب روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار.